Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah və salatu və salamu ala Rasulillah və ala alihi və sahbihi və man vəala. Amma bəd, əssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که باز هم در خدمت شما قرار گرفتم از یکی دیگر از برنامه‌های بازسازی اندیشه. امید هست که الله متعال سبحانه و تعالی این نشست ما را وسیله خیر و وسیله هدایت من و شما و وسیله هدایت در هدایتمان بیفزایه و وسیله هدایت بشه برای گمراهان و کسانی که راهشان را گم نموده اند و در سرگردانی و در تحیر به سر میبرند. دوستان عزیز و بزرگوارم، همچنان که در جریان هستید ما پیرامون موضوع نصرانیت صحبت میکنیم و آنچه که امروز به آن مسیحیت میشه و معروف به مسیحیت هست. از کتب مقدس اینها و یا از منابع و مصادر دینی آنها شروع کردیم به صحبت کردن، اگرچه از تاریخچه آن پرداختیم، تاریخچه این مصادرشان به خصوص اناجیل چهارگانه و همچنین کتاب مقدس به صورت کلی که مورد اعتبار هست در نزد نصرانی ها و در نزد کلیسا، و اینها را به صورت تفصیل در موردش صحبت کردیم و همچنین از مصادر دینی این دین و این روش و منهج، همانا مسئله شوراهای کلیسایی است، شوراهایی که در حقیقت دارای جایگاه مهم در تغییر و یا اینکه در بنیادین نمودن عقیده و طرز تفکر نصرانی ها و مسیحیت بوده و می باشد. و این شوراها تأثیر بسزایی در اعتقاد و در باور مسیحیان داشته و دارد. ما در مورد کتاب مقدس صحبت کردیم، چون گفتین یکی از مصادر مهمشان کتاب مقدسه و همچنین شوراهای کلیسایی. در مورد کتاب مقدس، در مورد تاریخچه‌اش صحبت کردیم، به خصوص اناجیل چهارگانه، و از نظر سندی این کتاب را مورد بررسی قرار دادیم که هیچ نوع سند درست و حسابی ندارد و این کتاب در حقیقت چی تورات و ملحقات آن و همچنین اناجیل چهارگانه، به خصوص انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، این چهارتا هیچ نوع سند درست و حسابی نداره و فاقد اسناد هست. این نکاتی بود که در مورد بررسی سندی این کتب ما به تفصیل در حقیقت به خدمت شما عزیزان و بزرگواران صحبت کردیم و همچنین مجهول بودن افرادی که در حقیقت اینها این کتاب را نوشتند، که آیا اینها همین افرادی که حالا مثل متی و یوحنا که گفته میشه از حواریون بودن، آیا واقعا اینها همان حواریون هستند یا افراد دیگری هستند، یا لوقا و مرقس که اینها در حقیقت از حواریون هم نیستند، در حقیقت این کتاب را چگونه نوشتند و آیا همان لوقا و همان مرقس معروف هستند که نامشان در کتاب مقدس آمده یا اینها افراد دیگری هستند. و ما گفتیم به صورت دقیق واضح نیست که از مجموع آپوکریفا یا از مجموع اناجیلی که وجود داشته چرا این چهارتا انتخاب شده و چرا قسمت دیگری که در حقیقت متعدد هست و تعدادشان زیاد هست، اناجیل دیگر مثل انجیل برنابا که ما در هفته گذشته به صورت تفصیل در مورد آن پرداختیم، چرا اینها فاقد صلاحیت شد و رد صلاحیت شد، اما این چهار کتاب به عنوان کتاب‌های اساسی و مرجع دینی برای نصرانی‌ها انتخاب شد. در کدام زمان و چه افراد این را انجام دادند، دقیقاً تاریخ دقیق آن و زمان دقیق آن و افراد دقیق آن در حقیقت قابل نقد هست که اینها و قابل بررسی هست که شناخته بشن که اینها چی افرادی بودن و چرا این کار را انجام دادن، چرا از میان اناجیل مختلف این چهارتا انتخاب شد به عنوان در حقیقت انجیل عیسی مسیح. و همچنین از نظر متنی ما این کتاب را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که این کتاب فاقد صلاحیت است به این معنا، از نظر متنی به این معنا که نسبت دادن آن به عیسی مسیح و نسبت دادن آن به خدا و الله یک ظلم است، یک ظلم کاملا واضح و آشکار هست. چرا؟ چون این کتاب سراسر تناقضات دارد. فقط در همین عهد جدید بیش از ده ها تناقض وجود دارد که ما فقط به 18 تناقض در برنامه‌های گذشته اکتفا کردیم و در مورد آن بحث کردیم و صحبت کردیم و از کتاب مقدس نشان دادیم که اینجا اینطور میگوید، در انجیل دیگر گونه دیگری میگوید کاملا. و این اختلاف و این تناقض در حقیقت تناقض و اختلاف و تنوع نبوده، بلکه اختلافی بوده که متناقضه، قابل جمع نیست، قابل جبران نیست. و هر کدام از آنها در مورد آنها زوم کردیم و به صورت دقیق در مورد آنها صحبت شد. این در حقیقت از نظر متنی بود و همچنین کل کلام و کل مطالبی که در این اناجیل چهارگانه وجود دارد بسیار کم دیده میشه که اثری از آثار وحی الهی و وحی آسمانی دیده بشه در آن. بسیار کمه، بسیار به ندرت دیده میشه و به ندرت معلوم میشه. بیشتر شبیه داستان سرایی هست، بیشتر شبیه این است که یک فرد دیگری بعد از عیسی مسیح آمده اینها را به شکلی از پیش خود نوشته و داستانی را نقل کرده. و جالبه که برخی از این مسائل را دوستان عزیز و بزرگوارم هم در تورات، در سفر تثنیه به خصوص که آخرین سفر از اسفار تورات هست، ما وقتی که صحبت کردیم گفتیم که اونجا جالبه که در این کتاب میگن این به موسی نازل شده، در حالی که میایه از وفات موسی علیه السلام و بعد از وفات موسی علیه السلام صحبت میکنه. مگر همچون چیزی امکان داره؟ یا اینکه این کتاب بعد از صلیب کشیده شدن عیسی مسیح صحبت میکنه. این کتاب اناجیل چهارگانه که عیسی مسیح، حالا به تعبیر اینها، عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و از این قبیل حرفا. و در برنامه گذشته ما پیرامون انجیل برنابا صحبت کردیم و گفتیم که انجیل برنابا هم اگر قرار باشه که این انجیل رد بشه، باید با همان منطق این اناجیل چهارگانه هم رد بشه. و اگر قبول بشه خب یک مصیبت به بار میاره. و به همین واسطه است که همیشه واتیکان و کلیساها در تلاش اینن که این کتاب را به شکل از اشکال بیاین نقض بکنن، بگن انجیل برنابایی وجود نداره. اگرچه ما گفتیم از نظر ما مسلمان ها انجیل متا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل برنابا اینها همه در یک ردیف هستند، برای ما فرق نمیکنه. همچنان که اینها سند درست و حسابی نداره، انجیل برنابا هم سند درست و حسابی نداره. اما برخی از مطالبی که در این انجیل نوشته شده و در حقیقت وجود داره متناقض است، تناقض صریح داره با اعتقادات امروزی مسیحیت. از جمله این که ما برخی از فصول این کتاب را در برنامه گذشته به خدمتتان نشان دادیم که صراحتاً نام نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده. و همچنین در این انجیل برنابا صلیب کشیده شدن عیسی مسیح را انکار میکنه و الوهیت عیسی مسیح را انکار میکنه و اینکه شریعت موسی علیه السلام نسخ نشدن را انکار میکنه و اینکه مسیحیت ملزمن که با آن عمل بکنن، خلاف آنچه که فرمایشاتی که پولس داشته و اختلافاتی که میان برنابا و میان پولس افتاد که هم در اعمال رسولان، سفر اعمال رسولان کتاب مقدس موجوده و هم در فصل اول انجیل برنابا وجود داره. این اختلافات و نوعی تنش‌هایی که در میان این دو نفر به وجود آمد هم در اونجا ذکر میشه، هم در اینجا ذکر میشه. و یک سری اختلافات و تناقضات صریح با اعتقادات نصرانیت و کلیسا داره و به همین واسطه است که میبینیم آن را انکار میکنن. با وجود اینکه خیلی دور نه، در همین سالهای نزدیک در ترکیه، در آنکارای ترکیه، این انجیل دوباره کشف شد و بعد از تحقیقات ثابت گشت که 1500 سال قبل، یعنی قدامت این کتاب برمیگرده به 1500 سال قبل، در حالی که مسیحیت با تمام در حقیقت میشه گفت جرأت با تمام جرأت که این جرأت حقیقت برگرفته از اینه که اینها خیلی پرروان و با پررویی میان میگن که این کتاب را مسلمان ها نوشتند، در حالی که ما ثابت کردیم که تناقضات صریح انجیل برنابا با اعتقادات مسلمان ها و با قرآن داره. تنها همین دو سه مورد نیست، مسائلی هست که اختلافات هم داره، از جمله این که انجیل برنابا آسمان را 9 میگه در حالی که 9 تا میگه 9 آسمان هست، در حالی که قرآن ما مسلمان ها با صراحت میگه که آسمان ها 7 تا هست و برخی دیگه از مسائل، حتی مسائل اصولی و مهمی که میان این انجیل و میان انجیل برنابا و قرآن وجود داره و تمام فصولش که تقریبا 222 فصل هست، همه اینها بعضی از آنجا موافقت میکنه با قرآن مسلمان ها و حتی با اناجیل چهارگانه موافقت میکنه و بعضی جاها مخالفت هایی داره که به هیچ عنوان نمیتونه این کتاب از جانب یک عالم مسلمان باشه که نوشته شده باشه و قدامتش برمیگرده به قبل از اسلام. همچنان که ما هم گفتیم که تقریبا در اواخر قرن پنجم میلادی این کتاب، آخرین باری که نامی از این کتاب برده شد در اواخر قرن پنجم بود که اواخر قرن پنجم میلادی یعنی و تقریبا سال 491 92 یعنی به این خانه ها تقریبا به این سالها. خب این انجیلی هم که در ترکیه کشف شد دقیقا همین رو ثابت میکنه. 1500 سال قبل که بگیرین دقیقا همان اواخر قرن پنجم میشه که آخرین باری که از طرف کلیسا این در ردیف آپوکریفا یا در ردیف اناجیل فاقد اعتبار داخل شد. به هر صورت اینها خلاصی بود از برنامه های گذشته که ما پیرامون اناجیل چهارگانه و کتاب مقدس صحبت کردیم و گفتیم که از نظر سندی و متنی این کتاب فاقد اعتباره و صلاحیت این را نداره که ما این را نسبت بدیم به عیسی مسیح یا نسبت بدیم به خدا، در حالی که این را هم اضافه بکنم که هیچ کتاب انجیلی در دنیا وجود نداره که نسبت داده بشه به خدا یا نسبت داده بشه به عیسی مسیح. یا میگن انجیل لوقا به لوقا نسبت میدن، یا میگن مرقس به مرقس نسبت میدن، یا میگن انجیل متی به متی، یا هم انجیل یوحنا که آن را نسبت میدن به یوحنا به فرد نویسنده‌اش، نه به عیسی مسیح و نه به خدا. هیچ انجیلی وجود نداره. اگرچه روی غلاف کتاب یا پوشه کتاب می نویسن که انجیل عیسی مسیح، ولی کجاست انجیل عیسی مسیح؟ چرا نسبتش به عیسی مسیح نیست که باید نسبتش داده میشه به یک فرد دیگری که اون فرد مجهوله، اون فرد سندش درست نیست، فاقد اعتبار، خود اون فرد فاقد اعتبار، آمده یک چیزی روایت کرده از پیش خود، یک چیزی گفته. خب این نشد که به عنوان کتاب مقدس در یک دین به رسمیت شناخته بشه. اما برخلاف آن قرآن ما مسلمان ها با سند متصل، نه با یک سند، با اسناد متصل به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه که رسول الله علیه و سلم آن را از جانب پروردگار متعال گرفتند. این خلاصه ای بود از آنچه که در مورد کتاب مقدس و به خصوص اناجیل چهارگانه و انجیل برنابا. اما از جمله مصادر دینی نصرانیت یکی هم شوراهای کلیسایی است و این شوراهای کلیسایی در تغییر دادن و در انحراف دین مسیحیت تلاش فراوانی کرده. شاید بگید چطور؟ بله، چطورش از اینجا معلوم میشه که وقتی ما شوراهای کلیسایی که تقریبا در طول سالهای، یعنی از شروع سالها، اگرچه این شوراها خب به دو دسته تقسیم میشن، یک قسم از این شوراها شوراهای خانگی یا شوراهای کلیسایی بوده که از ساحه کلیسا خارج نشده، فقط مسائل کلیسایی مورد بررسی قرار داده و برخی از اینها جهانی بوده. برخی از اینها جهانی بوده که برای مقابله با افکار بیرونی یا مقابله با افکاری که موافقت با این دین ساخته شده و دین تحریف شده نداشته، در برابر آن موقف گرفته و تقریبا تا آنجایی که گفته میشه 22 شورای خارجی یا شورای جهانی برگزار شده و قبل از این که بزرگترین شورایی که در حقیقت اتفاق افتاده که در سال 325 میلادی هست که شورای نیقیه مشهور هست، قبل از آن شوراهای دیگه اتفاق افتاده، شوراهای خصوصی که یکی در سال 52 میلادی و یکی هم در سال 191 یا 192 میلادی، یعنی در اواخر قرن دوم میلادی و تقریبا نزدیک به اوایل قرن سوم اتفاق افتاده. حالا ما از شورای اورشلیم که در سال 51 میلادی اتفاق افتاده شروع میکنیم و این شورا بسیار مهمه. اگرچه در مورد این 22 شورایی که بنده گفتم میان کلیسا و میان فرقه های مختلف مسیحیت در میان اعتبار و عدم اعتبار آنها حرف و گفتگو هست. مثلا کاتولیک ها حرفی دارند، پروتستان ها حرفی دارند و ارتدوکس ها حرفی دارند و فرقه های دیگری مثل شاهدان یهوه و غیره که هر کدام از اینها از خود حرفایی دارند و برخی از این شوراها را فاقد اعتبار می دانند و برخی ها را به رسمیت می شناسند. اما بنده از شورای اورشلیم شروع می کنم که این در کتاب مقدس موجوده و نمیتونه کسی، نمیتونه پروتستانش آن را انکار بکنه و نه هم میتونه که ارتدوکسش انکار بکنه و نه هم کاتولیکش میتونه انکار بکنه، نه شاهدان یهوه میتونن انکار بکنن. هر کدام از اینها معتقدن چون در کتاب مقدسشان موجوده و جزء ملحقات اناجیل چهارگانه، جزء ملحقات اناجیل چهارگانه هست و جزئی از عهد جدید هست، نمیتونن آن را انکار بکنن. و آن در اعمال رسولان به صورت تفصیل در مورد این شورا، یعنی شورای اورشلیم آمده حرف زده و صحبت‌هایی کرده و شورای اورشلیم در حقیقت به شکلی از اشکال به نمایش گذاشته که در این شورا چی گفته شد و چی حرفایی زده شد. البته بنده دوست دارم که اول این مطالبی که در شورای اورشلیم و یا فیصله هایی که در شورای اورشلیم و مسوده هایی که در شورای اورشلیم تصویب شد و به رسمیت شناخته شد صحبت بکنم از کتاب مقدس، از عهد جدید، از اعمال رسولان، سفر اعمال رسولان. بعد از آن برخی از تعلیقات بنده پیرامون این شورای اورشلیم دارم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی و به خصوص جوانان نصرانی و مسیحی ذهنشان را باز بکنن، متوجه بشن که چرا این اتفاق افتاد، این شورا چی تصمیم هایی گرفت و آیا صلاحیت این تصمیم ها را داشت، صلاحیت این تصمیم ها را داشت یا نه، و چرا چون این تصمیمی اتخاذ شد و چرا چون این حرفایی گفته شد و چرا حرف یک نفر دیگری غیر از عیسی مسیح مورد اعتبار قرار گرفت و امروز به آن عمل میشه و در حقیقت به رسمیت شناخته میشه. اگر دوستان عزیز لطف کنن اینجا را نشان بدن، این سفر اعمال رسولان هست که در حقیقت گفتیم که جزئی از کتاب مقدس و به خصوص عهد جدید هست. در باب 15 اینجا باب 15 یا فصل 15 اعمال رسولان هست. اینجا اعمال رسولان، شورای اورشلیم، یعنی عنوانش را گذاشته شورای اورشلیم. حرفش اینجاست که بعد از اینکه پولس و برنابا میرن به انطاکیه، در اونجا بعضی از مسیحیان میبینن که یعنی میآیند برخی دیگر را مسیحی میکنن یا اونها را به سوی خدا به تعبیر خودشان فرا میخوانند. میبینند که برخی از مسیحیان برای برخی از مردم تعلیمات دیگری میدهند. میگه که اینجا آمده در همان زمان که پولس و برنابا در انطاکیه بودند، عده‌ای از یهودیان آمدند و به مسیحیان تعلیم غلط داده میگفتند. یعنی یهودیها می آمدن برای مسیحیان چی می گفتن؟ اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود، محال است بتواند نجات پیدا کند. خب این حرفش کاملا دقیقه، حرف کاملا دقیقه می گفتن این یهودی ها. به خاطر اینکه بحث منشعب نشه، این طرف و آن طرف نره، اجازه بدید که من اول از انجیل متی برایتان نشان بدم این حرفی که یهودی ها می گفتن. وقتی که برنابا و پولس میرن در انطاکیه میبینن که میگه بعضی از یهودیان آمدن برای مسیحی ها گفتن که شما باید به آداب و رسوم یهود محکم باشید، قوی باشید. حرف این یهودی ها درسته، مطابق با تعالیم عیسی مسیح است. از کجا ما این را میفهمیم؟ سر میزنیم به انجیل متی. در انجیل متی دوستان عزیز و بزرگوارم که اولین انجیل از اناجیل چهارگانه از نظر ترتیب هست، اینجا میایه ببینید چی میگه. خب حرف اینها درست بوده، من نمیدانم که چرا پولس و برنابا با این طرز تفکر حالا میخوان که مبارزه بکنن، که بعدا معلوم میشه مبارزه میکنن. چرا میخوان مبارزه بکنن در حالی که حالا اگر درست باشه، که حالا اگر واقعا این حرف درست باشه، واقعا باید گفت که پولس و برنابا هر دوی اینها از تعالیم عیسی مسیح دور شدند، به خصوص پولس، به خصوص پولس که یک خیانت بزرگی که کرده از جمله همین است که دین یهودیت را منسوخ اعلان کرد و احکام تورات را منسوخ اعلان کرد، در حالی که تعلیمی که عیسی مسیح میده خلاف آن است. اینجا را ببینید، این انجیل متی هست، باب 5، موعظه سراکو، مشهوره. احکام تورات، آیت 17، باب 5، آیت 17. عیسی مسیح میگه گمان مبرید که آمدم تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیا را منسوخ کنم. من آمدم تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام رسانم. براستی به شما میگویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقینا همه یک به یک عملی خواهند شد. پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند مثل برنابا و پولس، او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود. اما هر که احکام خدا را اطاعت نماید و دیگران را نیز تشویق به اطاعت کند، در ملکوت آسمان بزرگ خواهد بود. حالا شما دقت بکنید دوستان عزیز، این انجیل متی هست، یعنی نسبت داده میشه به کلام عیسی مسیح. اما در اینجا وقتی که پولس و برنابا میبینن، این اولا این نکته را به خدمتتان عرض بکنم و در ذهنتان بسپارید که عیسی مسیح میگه من نیامده هم که تا تورات را منسوخ بکنم و همچنین نیامده هم که تا سایر کتب انبیا را منسوخ بکنم، بلکه آمده هم که من اینها را تکمیل بکنم. و هر کس از اینها سرپیچی بکند و دعوت بکند که شما به تورات عمل نکنید، او در ملکوت آسمانها کوچک خواهد بود و کوچک خواهد شد. حالا شما اینجا دقت کنید که چرا پولس و برنابا در تلاش این میشن که در برابر این تعلیمی که عیسی مسیح داده استادگی بکنن. خب میگه که عده‌ای از یهودیه آمدن و به مسیحیان تعلیم غلط داده، میگفتند اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود، محال است بتواند نجات پیدا کند. پولس و برنابا در این باره با ایشان به تفصیل گفتگو کردند تا بالاخره قرار شد مسیحیان انطاکیه پولس و برنابا را با چند نفر از میان خود به اورشلیم بفرستند تا عقیده رسولان و کشیشان کلیسای آنجا را در این باره جویا شوند. پس ایشان با بدرقه کلیسا به سوی اورشلیم حرکت کردند و سر راهشان در شهرهای فینیقیه و سامره نیز به مسیحیان سر زدند و مژده دادند که غیر یهودیان هم مسیحی شدند و همه از شنیدن این خبر شاد شدند. خب اینجا میایم دوستان عزیز و بزرگوارم، چون داستانش طولانیه نمیخوام که وقت شما عزیزان گرفته بشه. در این آیت 13 هم ببینین چی میگه. بعد از اینکه اینها با هم نشستن جلسه کردن که بعضی از یهودیان میان در میان مسیحیان میگن که شما باید با آداب و رسوم یهود محکم باشید، از جمله مسئله ختنه و ختان. حالا اینها جلسه میگیرن، شورا میکنن که به شورای اورشلیم معروف است. ببینین اینجا چی میگه در آیه 13 هم. پس از ایشان، یعنی تک تک از ایشان حرف میزنه، نوبت به یعقوب رسید، یعنی پتروس. او برخاست و گفت برادران گوش کنید. پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار برای غیر یهودیان ظاهر شد. ببخشید، این یعقوب غیر از پتروسه. پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند. و این درست همان است که پیغمبر خدا پیشگویی کردند. برای مثال عاموس نبی میگوید خداوند میفرماید الاخر. بنابراین عقیده من این است که نباید در مورد غیر یهودیانی که به سوی خدا باز می‌گردند اصرار کنیم که قوانین یهودی را نگه دارند. اینجا را دقت کنید، میگه ما نباید اصرار بکنیم که کسایی که غیر یهودی هستند وارد دین مسیحیت میشن، ما اینها را مجبور بکنیم تا اینکه اینها به دین عیسی مسیح، به کتاب تورات یا به آداب و رسومی که یهودی‌ها دارند عمل بکنند. فقط بنویسیم که گوشت حیواناتی که برای بت‌ها قربانی شده‌اند و خون حیوانات خفه شده را نخورند و زنا نیز نکنند. فقط همین. دیگه مسائلی که در تورات آمده آنها باید لغو بشه. خب جالب بر اینه که پولس هم این را قبول میکنه. حالا اینجا نکته اولی که دوستان عزیز و بزرگوارم از انجیل متی باب 5 برایتان نشان دادم، این که اینها چون این حق نداشتن، نه یعقوب و نه دیگران، چون این حق نداشتن که احکامی که در تورات گفته شده که عیسی مسیح میگه من نیامدم که آنها را منسوخ بکنم، اینها چون این حق نداشتند که اینها را منسوخ اعلان بکنن یا بگن کسانی که غیر یهودی هستند وارد دین مسیحیت میشن ملزم نیستن به این که به دین یهودیت یا به کتاب تورات عمل بکنن. چون این حق اینها نداشتند. چون خلاف تعلیمی است که عیسی مسیح در انجیل متی به آن اشاره میکنه. این اول. دوما این که آنچه که ما ادعا میکنیم و آن را ثابت میکنیم هم از انجیل متی و از کتاب مقدس که ثابت میکنیم عیسی مسیح علیه السلام فقط به سوی یهودیان فرستاده شده بود. در حقیقت این داستان و این شورا این را تایید میکنه. چگونه تایید میکنه؟ تاییدش از این جهته که عیسی مسیح آمده و پیامبر خدا فرستاده شده، اما برای غیر یهودیان برنامه‌ای نگذاشته. برای غیر یهودیان برنامه‌ای نگذاشته. اینها مجبورن که در سال 51 و 52 میلادی بیایند شورای اورشلیم را تشکیل بدن تا این مشکل را حل بکنن که ما با غیر یهودیان چیکار بکنیم. دقت کردید؟ از این زاویه نگاه بکنید که انجیل و عیسی مسیح فقط برای یهودیان فرستاده شده بوده، نه برای غیر یهودیان. اما اینکه چرا اینها بعداً، اگرچه در برخی از این اناجیل آمده که متاسفانه میگه که عیسی مسیح در آخر عمر خود گفت برید به سوی غیر یهودیان، که در حقیقت یک دروغ و تناقضه با آنچه که در انجیل متی وجود داره که ما در بخش تناقضات به این موارد اشاره کردیم. حالا دوستان عزیز دقت کنید، چون اینها اگر واقعا عیسی مسیح میگفت که شما برین مردم را به سوی خدا، همه مردم را فرا بخوانید، عیسی مسیح باید فکری برای غیر یهودیان هم میکرد که بعد از او شاگردانش و رسولانش و کلیسا مجبور نمیشد تا این که بیاید تصمیمی اتخاذ بکنه و قانونی را تصویب بکنه، برای فکری برای غیر یهودیان بکنه. و این دلالت صریحی بر این داره که انجیل و عیسی مسیح فقط برای یهودیان و بنی اسرائیل فرستاده شده بود، نه غیر. این اگرچه در کتاب مقدس هم موجوده، ولی یکی از برداشته های مهمی که همیشه اینها میگن نه شما برداشت این برداشت شما درست نیست و برداشت ما صحیح است، این آنچه که در اعمال رسولان و از شورای اورشلیم فهمیده میشه خیلی واضح و شفافه. عیسی مسیح اگر واقعا به سوی تمام مردم فرستاده میشد باید چیکار میکرد؟ باید برنامه برای غیر یهودیان هم میداشت، قوانینی برای غیر یهودیان هم میگذاشت تا شاگردان و رسولانش مجبور نمی شدن که بعد از او بیاین قوانینی اتخاذ بکنن و تصمیمهایی بگیرند در مورد غیر یهودیانی که وارد دین مسیحیت میشن. اگرچه صراحت بیشتری در خود انجیل متی هست، اجازه بدید که از انجیل متی هم برایتان نشان بدم. انجیل متی در باب دهم، این انجیل متی هست دوستان عزیز، انجیل متی باب دهم میگه که عیسی، آیت پنجم، عیسی ایشان را به مأموریت فرستاده. چی کسانی را؟ شاگردانش را، 12 شاگردش را. چون این گفت نزد غیر یهودیان و سامریان نروید، بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گم شده خدا هستند بروید. دقت کردید؟ عیسی مسیح میگه شما فقط به سوی یهودیان برید و هیچ تنصیری، هیچ دعوتگر تنصیری و تبشیری حق نداره که غیر یهودیان را دعوت بکنه به سوی عیسی مسیح و به سوی نصرانیت. این تعلیمیه که عیسی مسیح برای شاگردانش میده. اما اینکه بعداً تبشیری ها کاسه داغتر از آش شدن را نمیدانیم چرا؟ و همچنین در همین انجیل، انجیل متی باب 15 شبیه همین وجود داره. این باب 15 هست انجیل متی. وقتی که زن کنعانی از او دعوت میکنه از عیسی مسیح که به هر حال عیسی مسیح چه کار بکنه، عیسی مسیح بیاید دخترش را شفا بده. در آیت 24 عیسی فرمود خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم، نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گم شده خدا هستند. دقت کردید عزیزان؟ این شورای اورشلیم مخالف این تعالیم عیسی مسیح است. عیسی مسیح میگه که اگرچه این شورای اورشلیم اجزایی داشت. اولا از این که جز اولش این بود که اینها غیر یهودیان را دعوت میکردند و وقتی غیر یهودیان به دین اینها آمدند اینجا متحیر شدند که اینها چیکار کنند. خب چرا چون این کار میکنید؟ کسی نیست از اینها بپرسه. وقتی شما پیامبر شما عیسی مسیح برنامه برای غیر یهودیان نداشته، به این معنا که به سوی غیر یهودیان فرستاده نشده، چرا شما کاسه داغ‌تر از آش شدید و غیر یهودیان را دعوت میکنید؟ پس وقتی که غیر یهودیان را دعوت کردن اینجا متحیر ماند، چیکار بکنیم؟ راهی ندارن جز اینکه شورای اورشلیم را تشکیل بدن و در رأس آنها پولوس خائن و غیره یعقوب و بقیه باشند. چی بگن که بله ما باید راهی پیدا بکنیم که غیر یهودیان را مجبور نکنیم، غیر یهودیان را مجبور به عمل نکنیم، فقط مسائل خاص و مسائل کوچک و اندکی را به آنها میگیم و تمام، حرف را تمام میکنیم، فقط همین که نام مسیحیت بالایشان باشه کفایت میکنه. حالا دقت کردید چرا برخی ها به خاطر لجام گسیختگی میرن مسیحی میشن؟ چون این فرامین غلطی که مخالف تعالیم عیسی مسیح است اینها را میفریبه و کلیسا هم به این عمل میکنه، نه به تعالیم عیسی مسیح. به تعالیم عیسی مسیح عمل نمیکنه بلکه به این گفتار عمل میکنه، به این تصمیم غلط شورای اورشلیم تصمیم میگیره. در حالی که عیسی مسیح چی میگه؟ اولا میگه که من به سوی بنی اسرائیل فقط فرستاده شدم. ثانیاً در همین انجیل متی میگه من نیامدم که تا تورات را منسوخ بکنم. عیسی مسیح میگه و دقیقاً در قرآن کریم ما هم الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران به این مورد اشاره میکنه. سوره آل عمران هست. به این خاطر میگم که یک کشیشی در یکی از، به هر حال چون یک کمی با هم خنده هم بکنیم حالا خوبه، جوک نیست، حقیقته. من خودم شنیدم این را. یکی از کشیشای مسیحی در یکی از شبکه‌های فارسی زبان صحبت میکرد، هم او و هم مجریش، هر دو با هم میگفتن سوره آل عمران گفته میرفتن. من آل عمران گفتم به این واسطه یادم آمد از آن خاطره جالب. خب این هم یک وقفه کوتاهی بود که عزیزان از بحث بیشتر انشاءالله فیض ببرند و بیشتر استفاده بکنند. به هر حال حرف ما اینجا بود دوستان عزیز و بزرگوارم. در سوره آل عمران الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه؟ و رسولا الی بنی اسرائیل. میگه عیسی مسیح فقط رسول و پیامبری بود به سوی بنی اسرائیل و بس. عیسی مسیح هم همین را میگه. در همین انجیل متی هم در فصل 10 و هم در فصل 15 عیسی مسیح میگه فقط من به سوی بنی اسرائیل و یهودیان فرستاده شدم، نه غیر یهودیان. لذا من نمیدانم که چرا شورای اورشلیم چون این تصمیمی گرفته، اولا اینکه غیر یهودیان را دعوت بکنه و ثانیا اینکه غیر یهودیان را دعوت کرده چرا احکام تورات را از آنها لغو میکنه. و دقیقاً به این مورد مهم برنابا هم اشاره میکنه. در انجیل برنابا فصل اول برنابا میاد همین حرف را میزنه، میگه برخی از اینها خیانت کردند، برخی از اینها گناه کردند، برخی از اینها ظلم کردند. این حرف برنابا هست در فصل اول انجیل برنابا. میگه اینها ظلم کردند، از جمله آنها پولس، میگه احکام تورات را لغو کردند. از همین حرف میزنه، از چنین شورای حرف میزنه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، اگرچه اینجا نقل میکنه که نه برنابا هم در میان اینها بوده، میگه برنابا هم در میان اینها بوده، اگرچه بعدا در همین شورای اورشلیم هست که در اخیرش میگه که میان پولس و میان برنابا یک سری اختلافات به وجود میایه و اینها با هم نوعی درگیر میشن و از همدیگر دور میشن. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم این بود شورای اورشلیم. اجازه بدید که یک میان برنامه را با هم ببینیم، بعد از میان برنامه انشاءالله در خدمتتان خواهم بود. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يأتكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری برای شما آورد پس درباره آن تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به گروهی آسیب برسانید، سپس بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستم از ادامه برنامه بازسازی اندیشه با موضوعیت شوراهای کلیسایی. در مورد شورای اورشلیم به تفصیل به خدمت شما عزیزان صحبت کردم و همچنین برخی از انتقادات و یا برخی از سوالاتی که بود بیان نمودم و دوست دارم که در قسمت تماس‌ها دوستان عزیزی که تماس میگیرن، به خصوص مسیحیانی که تماس میگیرن، این سوال را پاسخ بدن که شورای اورشلیم با چی صلاحیتی مخالف تعالیم عیسی مسیح عمل کرد، در حالی که عیسی مسیح هم در باب نسخ احکام تورات حرف برای گفتن داره و هم اینکه عیسی مسیح فقط به سوی یهودیان فرستاده شده نه غیر یهودیان. چرا شورای اورشلیم برخلاف این تصمیم اتخاذ کرد و چرا چنین مسوده‌ای را آنها در حقیقت در کتاب مقدس گنجانیدند و به هر حال مردم را فارغ البال کردند که بر این شما مکلف نیستین که به دین یهودیت یا به تورات شما عمل بکنین و احکامات تورات شما ملزم نیستین که با آنها عمل کنین الا استثناءاتی که 1-4 مورد هستند. چرا؟ با کدام صلاحیت این کار را انجام دادن؟ مگر عیسی مسیح خودش نمیدانست که این کار را انجام بده؟ چرا اینها این کار را انجام دادن؟ این سوالی که باید پاسخ داده بشه. اما میان در شورای بعدی که از شوراهای جهانی است، از شوراهای مهم است که این خیلی مهمه، این شورا خیلی مهمه. شورای نیقیه هست. شورای نیقیه در سال 325 میلادی انعقاد میشه و منعقد میشه و در حقیقت دایر میشه و علت دایر شدنش هم اینه که اختلافات و تناقضات میان کلیساها و میان اسقفها و کشیشها اتفاق میفته. این کشیشها و کلیساها در حقیقت با هم نوع اختلافات شدید پیدا می کنند، به خصوص در تعالیمی که پولس آورده بود. تعالیمی که پولس آورده بود که از جمله تعالیم پولس الوهیت عیسی مسیح و یا اینکه فرزند دانستن عیسی مسیح که عیسی مسیح نعوذ بالله فرزند خداست و اینکه عیسی مسیح خداست و از مادرش مریم متولد شده، یعنی خدا از انسان متولد شده و حرفای دیگری که به هر حال اختلافاتی به وجود آورد که میان کلیسای اسکندریه که این کلیسا متأثر بود از افکار و تعالیم پولسی که معتقد بود که عیسی مسیح اله است، عیسی مسیح نعوذ بالله معبود هست و خدا هست و فرا میخواند به سوی این، و همچنین میان کلیسای دیگر که در حقیقت اسقف آریوس با آن بود. اسقف آریوس، این فرد آریوس در حقیقت که بعداً فکری آریانیسم به این منسوب شد، به این نفر یعنی آریوس، این آریوس طبقی که خودشان هم میگن عالم بود، فهمیده بود، سخنور بود، بسیار قوی بود، اما عیسی مسیح را خدا نمیدانست و فرق میگذاشت میان خدا و عیسی. میگفت خدا یک چیز هست، عیسی چیز دیگری هست. عیسی جزئی از خدا نیست و منکر الوهیت عیسی مسیح میشد. اینجا بود که بعضی از این افراد که در رأس آنها امپراتوری که در آن زمان بود یا پادشاهی که در آن زمان بود که کنستانتین میگن به آن، این آمد و یک شورای را منعقد کرد تحت شورای نیقیه در سال 325 میلادی. این شورا را منعقد کرد و تقریبا 300 اسقف یا کشیش های بزرگ را دعوت کرد و بعضی ها 318 میگن، حالا به هر حال یا 300 یا 318 یا کمتر یا بیشتر. این اسقف های بزرگ در حقیقت از جمله آنها مورخین بودند، پاپ های بزرگ بودند و در رأس آنها این ریاست این شورا توسط آن امپراتور بود، امپراتوری که بت پرست بود، اگرچه میگن بعداً غسل تعمید داده شد در اخیر عمر خود و به دین عیسی مسیح در آمد. حالا به هر حال این شورا منعقد شد و قطعنامه در حقیقت یا مصوبه اینها صادر کردند که اولا اسقف آریوس باید از کارش برکنار بشه، نباید دیگه به او اجازه داده بشه که داخل کلیسا کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این میگه عیسی مسیح خدا نیست و در طول تاریخ این گونه بوده. در طول تاریخ برخی از اسقفها و کشیشهای جوانمرد و کشیشهایی که واقعیت را فهمیدن، درک کردن، در برابر این اعتقاد باطل پولوسی و تعالیمی که از پولوس سرچشمه میگیره و هیچ ربطی به عیسی مسیح نداره و هیچ ربطی به انجیل نداره و هیچ ربطی به خدا نداره، آمدن ایستاد شدن. از جمله اینها آریوس. حالا با این آریوس چیکار میکنن؟ او را منع کار میدن، میگن تو دیگه نباید کار بکنی، تو باید از کار کردن در کلیسا دست بکشی به خاطر این اعتقادی که داره. از جمله احکام و از جمله مسائلی که و تصمیماتی که در این شورای شیطانی گرفته شد که شورای نیقیه هست، یکی از جمله همین بود. و همچنین این که تصمیم گرفته شد که در تمام مسیحیان بگن عیسی خداست و این که جزئی از خداست. این خیلی مسخره. یعنی وقتی ما در باب تثلیث انشاءالله بیاییم و صحبت بکنیم که از عقاید و باورهای مسیحیان هست، یکی از آنها تثلیث است، خیلی مسخره. هم عیسی خداست و هم جزئی از خداست، هم فرزند خداست و هم خداست. اگر بگی که نه تو اینجا مشرک شدی، میگه نه این یعنی خیلی مسخره است، خیلی کاملا خنده آوره. وقتی که انشاءالله ما به این برسیم و مفصل در مورد صحبت بکنیم. خب اینجا تصمیم گرفته شد در شورای نیقیه، تصمیم گرفته شد که عیسی مسیح خداست و جزئی از خداست و برابر خداست. نعوذ بالله، هم خداست، هم جزئی از خداست و هم برابر با خداست. یعنی چی؟ این را باید یک مسیحی برای ما حل بکنه. یک معمایه، هم خداست، هم جزئی از خداست، هم برابر خداست. خب به هر حال در این شورای نیقیه، این شورای مسخره نیقیه، در سال 325 میلادی، یعنی در قرن چهارم میلادی، این تصمیم گرفته میشه و کسانی که مخالف این قول هستند باید طرد بشن. و این که عیسی مسیح خداست و در جسم بشر تجسد کرده، یعنی چی؟ یعنی حقیقتا اون خداست. یعنی عیسایی که شما میبینید که از مادر، از مریم متولد شده، در حقیقت این خداست، ولی به او تجسد بشری داده شده. دقت کردید؟ دقیقا همان اعتقاد، این اعتقاد مسیحیت از بودایی ها گرفته شده. بودایی ها اعتقاد به حلول دارند، اعتقاد به حلول یا اعتقاد به وحدت الوجود دارند، بودایی ها و هندوها. حالا اصلش هندوها، بعداً بودایی ها و بعداً مسیحی ها متأثر میشن از این، که انشاءالله ما در باب تثلیث این را به صورت تفصیل صحبت میکنیم و در کتاب ویدا و کتابی که حالا معتبره در نزد بودایی ها و کتاب ویدا که از هندوهاست، حالا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و برخی از فرقه های مسلمان نما هم متأثر از اینها شدن، از هندوها، بودایی ها درجه سوم مسیحیا. خب اینها چی میگن؟ میگن که عیسی مسیح دو جسم داره یا دو طبیعت داره. ببخشید، دو طبیعت داره. یک طبیعت ناسوتی است یعنی انسانی و بشری، یک طبیعت لاهوتی است یعنی خدایی و الهی. دقت کردید؟ اینجا را دوستان عزیز متوجه باشند. در این شورا تصمیم گرفته میشه که عیسی مسیح گفته بشه که عیسی مسیح خداست، ولی بر او تجسد بشری داده شده تا اینکه بیاید در دنیا و مردم را از گناه خلاص بکنه، که این بعدا ان شاء الله در قسمت سلب و فدا، یعنی یک اعتقادی که اینها دارن قضیه فدا هست که عیسی مسیح آمد خودش را فدا کرد تا اینکه مردم از گناه خلاص بشن. کدام گناه؟ همان گناهی که آدم علیه السلام کرده. تعبیر اینها، تعبیر این مسیحیا و کتاب مقدسشان. خب عیسی مسیح آمده که تا خلاص بکنه. این اعتقاد و باور را تصمیم گرفتن که باید به عنوان قانون و به عنوان مسوده اصلی مسیحیت گنجانده بشه که عیسی مسیح خداست، ولی در او تجسد بشری داده شده تا اینکه بیای مردم را از گناه خلاص بکنه، که بعدا انشاءالله به صورت تفصیل باز در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. و همچنین قضیه دیگر این که آریوس مورد لعن و نفرین قرار گرفت. از جمله تصمیماتی که گرفته شد این که آریوس لعین هست و نفرین شده هست و کسانی که هم فکر آریوس هستند، و این که اسقف آریوس هرچی کتاب نوشته کتابهایش باید سوختانده بشه، حریق بشه. این از جمله تصمیماتی بود که این کلیسا گرفت. اما جالب اینه که این امپراتوری که در رأس آنها قرار داره و ریاست اینها را به دوش داره، در اون زمان یک بت پرسته، اما برای مسیحیان دل میسوزانه. دقت کردید؟ برای مسیحیان دل میسوزانه. و چنین اعتقاد و باوری توسط کشش‌های مسیحی و اسقف‌ها به ریاست این امپراتور چیکار میشه؟ تصویب میشه. حالا دیگه خودتان به عمق فاجعه پی ببرید. یک بت پرست وثنی میایه برای یک دین تصمیم میگیره. ما هم نام برنامه رو گذاشتیم شوراهای کلیسایی و آغاز انحراف، یعنی اینکه از شورای اورشلیم شروع تا شورای بعدش و این هم شورای بعدی که شورای جهانی هست که با آن شورای نیقیه میگن. ببینین شما این حرف را، اگر هم کسی میای مخالفشان حرف میزنه مثل اسقف آریوس، کتابهایش سوختانده میشه، خودش لعن و نفرین میشه، از کار هم برکنار میشه. میریم شورای بعدی، شورای قسطنطنیه در سال 381، یعنی تقریبا با فاصله بسیار کم، فاصله تقریبا یعنی میشه گفت 56 سال یا 54 سال، ببخشید 54 سال، با فاصله 54 سال از شورای نیقیه. شورای نیقیه در سال 325، این در 381. شورای قسطنطنیه توسط امپراتور تئودوسیوس اول منعقد میشه و این شورا در حقیقت در قسطنطنیه و علت برگزاری و علت انعقاد این شورا یعنی شورای قسطنطنیه اینه که میخواهند با مقابله بکنن با برخی از دعوتگرانی که میگن عیسی مسیح خدا نیست و چون این فکری را منتشر میکنن. اینها به این واسطه هستند. در این شورا 150 اسقف یا کشیش بزرگ در حقیقت جمع شده و فیصله میکنن بر این که روح القدس خداست، روح القدس هم خداست. دقت کردید؟ حالا در شورای نیقیه تصمیم گرفته شد که عیسی مسیح خداست، جزئی از خداست و برابر خداست. در این شورا تصمیم گرفته میشه که روح القدس هم خداست. اینجا دیگه تثلیث کامل میشه، خدا، عیسی مسیح فرزند یعنی پدر، پسر و روح القدس. اینجا تثلیث مسیحیت کامل میشه و میگن که اینها در حقیقت یکی هست، سه تا هستن ولی در حقیقت یکی هست. بله سه تا هستن، اینها سه تا هست ولی اینها در حقیقت یکی است. خب به هر حال این روح القدس معذرت میخوام، روح القدس اینجا خدا میشه و تثلیث مسیحیان کامل میشه. و همچنین دقیقاً کسانی که مخالفن که روح القدس خدا نیست، فیصله میشه که اینها طرد بشن و نفرین بشن و اینها مورد لعن دیگران قرار بگیرن. در این شورا، یعنی در شورای قسطنطنیه، این اتفاق میفته که دومین شورا از شوراهای جهانی است که اینها در حقیقت آن را منعقد کردند که شورای قسطنطنیه می باشه. شورای بعدی شورای افسوس هست. شورای افسوس امپراتور تئودوسیوس دوم، اون قسطنطنیه امپراتور تئودوسیوس اول بود، اینجا تئودوسیوس دوم هست. در سال 431، یعنی تقریبا با فاصله 50 سال، اون در 381 بود، این 431، با فاصله 50 سال این شورا منعقد میشه و علت انعقاد این هم اینه که بانستریوس که یکی از اسقف هاست و مخالفت میکنه، که بعدا یک شاخه از مسیحیت به وجود میایه به نام نستوریه، میگن نستوری، نستوری با تا. این شاخه و فرقه نصرانی و مسیحی از همین نستوریوس هست، یعنی از این در حقیقت فرا گرفته شده که برخی ها میگن حتی تا قرن پنجم بعد از اسلام هم در مناطق مثل ایران و اینها این فرقه وجود داشتن و شاید هم و خیلی به شدت وجود داشتن، شاید تا حالا هم احتمالاً که وجود داشته باشن، نمیدانم، حالا به هر حال شاید وجود داشته باشن شاید نداشته باشن. المهم این که این در حقیقت این نفر، یعنی نستوریوس، چیکار میکنه؟ اعتقاد و باوری داره، میگه که عیسی مسیح دارای دو طبیعته، یک طبیعت انسانی، یک طبیعت خدایی، طبیعت خدایی و طبیعت انسانی. و برخی دیگه میگن نه، این دارای این فکر نبوده، بلکه دارای این فکر بوده که عیسی مسیح انسان کامل است. برخی از پژوهشگران و برخی از دانشمندان میگن که این به این فکر بوده و معتقد بوده که عیسی مسیح خدا نبوده، بلکه انسانه، ولی انسانی که مملو از خیر و برکته، مملو از خیر و برکته. و همچنین این اعتقاد داشت که مریم مادر انسان هست نه مادر خدا، و این حرفش دقیقه، اگرچه در این انجیل که پیش من است، این انجیل کتاب مقدس ترجمه تفسیری دستکاری کردن، ولی انشاءالله وقتی که ما در بخش تسلیس بیاییم برخی از اناجیل به زبان عربی و برخی از اناجیلی که غیر از این به زبان فارسی ترجمه شده به خدمتتان نشان خواهم داد که بار بار میگه ابن الانسان، ابن الانسان، ابن الانسان، ولی در این دستکاری کردن، ابن الانسان ترجمه کردن به چی؟ به عیسی مسیح. خب ما خب میدانیم عربی، خب میدانیم فارسی هم حتی که ترجمه شده، فارسی غیر از این ترجمه تفسیری میگه که فرزند انسان، فرزند انسان، بار بار گفته شده ابن الانسان، ابن الانسان، که بعدا انشاءالله نشان میدین در همین اناجیل چارگانه، نه از این بیرون نرین، در همین اناجیل چارگانه. به هر صورت این میگفت که عیسی فرزند انسان است نه فرزند خدا، یعنی فرزند مریم طاهره هست نه فرزند خدا. و در این شورا، یعنی در شورای افسوس، 160 اسقف حضور داشتند و تصمیم گرفتند اولا بر این که مسیح خدا و انسان است، یعنی همان حقیقتا همان لاهوتی و ناسوتی، لاهوتی و ناسوتی که بعدا انشاءالله در بخش تسلیس بیشتر این مورد را انشاءالله واضح خواهم کرد. و اینکه مریم مادر خداست نه مادر انسان، این تصمیم دومشان هست. و همچنین این که نستوریوس باید از کلیسا طرد بشه و مورد لعن قرار بگیره. گفتم که اگر دقت کرده باشید هم در شورای نیقیه 325، شورای قسطنطنیه 381، شورای افسوس 431، در این هر کدام از اینها هر کسی میایه حرفی میزنه یا افراد میان بر اساس تعالیم درستی که عیسی مسیح داره میان حرفی میزنن، اما اینها انکار میکنن و تعالیم فرد خائنی به نام پولس رسول که حالا به تعبیر اونها تعالیم او را بر تعالیم عیسی مسیح ترجیح میدن. ای جوان مسیحی، ای زن مسیحی و مرد مسیحی، خودت را دریاب، تو پیرو عیسی مسیح هستی یا پیرو پولس؟ تعالیم عیسی مسیح را قبول داری یا تعالیم پولس را؟ عیسی مسیح برایت نشان دادم که این را میگه، ولی چرا برخلاف اون شورا گذاشته میشه و با افرادی که تعالیم درست و صحیح عیسی مسیح را تبلیغ میکنن با اونها برخورد میشه، طرد میشن، لعن میشن، نفرین میشن و چون این تصامیمی اتخاذ میشه، و چون این تصامیمی گرفته میشه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه انشاءالله تماس‌های شما عزیزان را خواهیم شنید، در خدمت شما بعد از میان برنامه خواهم بود انشاءالله. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستید، در ادامه برنامه بازسازی اندیشه در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم. دوستان عزیزم، آنچه که در این برنامه گفته شد، اگرچه قبل از آن خوب است که شماره را دوستان زیرنویس بکنن. عزیزان می توانند که با این شماره تماس بگیرند و انشاءالله اگر سوالی داشته باشند پیرامون موضوع برنامه و یا اینکه اگر حرفی داشته باشند با آنچه گفته شد و تعلیقی داشته باشند، در خدمت دوستان عزیز و بزرگوار خواهم بود انشاءالله. و بحث ما پیرامون شوراهای کلیسایی و همچنین آغاز انحراف در دین مسیحیت بود و در حقیقت این کلیساها شوراهایی را تشکیل دادن، یا شوراهای خصوصی و شوراهای جهانی، که هر کدام از اینها تصامیمی آمدن در حقیقت اتخاذ کردند، از جمله شورای اورشلیم که از جمله شوراهای خصوصی هست یا شوراهایی که مرتبط به کلیسا می باشه، و همچنین شورای نیقیه که در موردش ما به تفصیل صحبت کردیم، و همچنین شورای قسطنطنیه و شورای افسوس که هر کدام از اینها با سالهایی که حالا تفاوتهایی که داره اتفاق افتاد و تصامیمی گرفته شد اینکه عیسی مسیح خدا هست و جزئی از خدا هست و برابر با خدا هست، و نیز اینکه روح القدس خداست و اینکه عیسی مسیح یک طبیعت داره، نه دو طبیعت، طبیعت بشری و الهی که در حقیقت هر دو در یک طبیعت جمع میشه. این رقم نگین که طبیعت انسانی و طبیعت الهی. به هر صورت این حرفیه که خودشان با خود این را ساختند و بافتند. حالا برخی از شوراهای دیگه هم هست، اجازه بدین که چند تا تماسی با هم بشنویم. سلام علیکم، بیننده عزیز بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید دوست عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدید و نام شما؟ من از ایران، اسمم فرزاده. بسیار خوب آقا فرزاد عزیز بفرمایید. ببینید استاد گرامی، این مسیحیت که از انجیل خودش دفاع میکنه، به خصوص کارشناساشون یا کشیشاشون، یک بار دعوت کنید برای مناظره رو در رو، چون واقعا اگر حتی اونا با خود ما مناظره کنن خیلی کم میارن، چه برسه به این که با شما بخوان مناظره کنن. آقا فرزاد عزیز، این انجیل اینا خیلی آقا فرزاد عزیز، ما چندین بار از طریق همین برنامه سوالات به اونها مطرح کردیم، از طریق همین برنامه از اونها خواستیم که بیان جواب بدن. خب نمیدانیم والله، یا اینکه خودشان را به نافهمی میزنند و یا اینکه به هر حال نمیشنوند. حالا به هر حال ما گفتیم، یعنی بارها در این برنامه گفته شده و بارها هم تذکر دادیم و تشکر از شما. خواهشون. ببینید استاد، اینا میگن انجیلی که این تعریفات که درش صورت گرفته، این به خاطر نوشتاری این پیامبرانشون بوده که شاگردایی داشتن نتونستن اونطوری که باید شاید اینا رو بنویسن، ولی اصل مطلب درست بوده، همچین توجیهاتی دارن. بله، و اگر شما دقت کرده باشید ما در برنامه گذشته گفتیم که فقط مشکل در کلمات نیست، ای کاش مشکل در کلمات می بود، یعنی تناقضات بسیار صریحی وجود داره که غیر قابل جبرانه. یعنی به این معنا نیه که مثلا یکی بگه شد یکی بگه هست، یعنی خیلی عادی باشه حالا قابل جبران هست. نه، این رقم هست که معلوماتش دقیق نیست، یکی یک معلومات میده یکی دیگه معلومات دیگری میده، این مشکله. میگن اینا مثلا پتروسی که شاگرد عیسی بوده، اینا شاگرد پتروس این شاگرد به اسم لوقا داشته که اون تاریخ نویس بوده که اون نوشته. بله بله، حالا همین هم آقا فرزاد عزیز، همین هم ثابت نیست که همون لوقا شاگرد پتروس همون است، همان لوقا هست یا لوقای دیگریه، اصلا خودش واضح نیست، یعنی دقیق نیست که واقعا همون لوقاست یا برایش نسبت داده شده، اگرچه همین لوقا مثلا نویسنده اعمال رسولان هم هست. به هر صورت اینها توجیهاتی که یعنی قابل نقده. بله، خدا خیرتون بده، شما مردم روشن آگاه می‌کنید. سلامت باشید، تشکر از شما برادر عزیزم. سلامت باشید، تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدید و نام شما؟ ما کتی استاد ما از آلمان در تماس شدیم، کتی استاد عبدالرحمن فاتح هستین، شما ببخشین. تشکر از شما، بفرمایید برادر عزیز. خودم هستم، عبدالرحمن فاتح هستم، با شما صحبت میکنم، بفرمایید. استاد محترم ما به شما یک گپ میزدیم که اینجا مردم نو لعنتی میگی، لعنت خدا سر جاش و نو که از ایران از جدا افغانستان بعض مردم میاید، زیادتر مردم میاید هزاره یا تاجک هم هست اینجا که میاید خط اسناد قبولی نمیده، بعد میره خود وزن چنج میکنه مذهب خدای لعنتی ها. او یا باز در چطور میشه در نزد الله تعالی یا در وقتی توبه بکشه مردم، ما خود بیشتر بهش میگیم که باید دست بگیریم اسناد الله تعالی رو بگیریم، روز آخرت اسناد مهم است، اسناد مهم نیست، روز پاسپورت از دنیا مهم است. الیا چطور میشه دوباره که به مذهب خود دور بگرده، هم خداوند تعالی مغفرت میکنه یا نه خاطر امو ملتت که شد امو جوری است؟ معلومات شما رو میخوام استاد. بسیار خوب، تشکر، حتما انشاءالله، حتما تشکر از شما. بسیار خوش شدیم که شما رو میبینم استاد. سلامت باشید، تشکر از شما، لطف دارید برادر عزیزم، تشکر از شما. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام بر شما آقای فاتح، خسته نباشید. علیکم السلام، تشکر از شما برادر عزیزم، بفرمایید از کجا در تماس شدید و نام شما؟ من از ایران مزاحمتون میشم. بله. عبدالله هستم آقای. خیلی خوب آقا عبدالله عزیز، آن چی که گفته شد در برنامه اگر حرفی دارید بفرمایید. من سه تا سوال داشتم خدمت شما، اگر سوالات موضوع برنامه باشه ان شاء الله که میشنویم. سوالات موضوع برنامه بفرمایید. در مورد اناجیل مختلف این چند هفته از برنامه‌تون میبینم، حقیقتا الان من کار برنامه‌ریزی ندارم، این برنامه‌تون استفاده میکنم ازش. روایت های مختلفی اینا ادعا میکنن که در مورد اناجیل اربعه هست، حالا من صحبت کردم با بعضی از این افرادی که حالا ادعای مسیحیت دارن، میگن که اینا ما ادعا نداریم که این وحیه، 4 نفر اومدن 4 تا روایت کردن و هر کسی روایت و دیدگاه خودشو گفته، برای این اختلاف دارن، اینا تناقض نیستن، هر کس نظر خودشو گفته، این 4 نفر به اصطلاح اون دیده های خودشون رو روایت کردن، ادعا ما نداریم که اینا وحیان، اونا میگن. آقا عبدالله عزیز، یکی در مورد آقا عبدالله عزیز، بله باز شما در مقابل از اونها بپرسید که آیا این کتاب در نزد شما تقدس داره یا نه، اگر این گونه باشه که میگویند پس چرا کتاب مقدس میگن، یعنی نباید تقدسی داشته باشه، مادامی که هر کس آمده از پیش خود یک چیزی نوشته، این نمیشه که به خدا نسبت داد، پس ننویسن کلام عیسی مسیح، ننویسن انجیل عیسی مسیح، نگوین این از جانب خدا فرستاده شده یا وحیه، همین خودش قابل حرف، یعنی خودش قابل نقد. آقا عبدالله عزیز، میشه شما باز در مقابل این سوال را به اونها مطرح بکنید و طرح بکنید. در مورد مقدس بودنش میگن چون در مورد حالا اونا اسم خدا برش میدارن، ولی نظر ما مسلمانان میگیم چون در مورد حضرت عیسی و بعضی کلام هایی که از حضرت عیسی نقش شده درش هست، برای همین حالا شاید مقدس بهش میگن. خب همین آقا عبدالله عزیز، بله. وقتی یک فرد میه مثلا کلام عیسی مسیح را نقل میکنه، اگر واقعا این کلام عیسی مسیح باشه، آیا امکان داره که عیسی مسیح یک جابگه که انجام بده، یک جابگه انجام نده؟ و شما نمیدانم برنامه گذشته را دیدید یا نه، ما وقتی در مورد تناقضات صحبت کردیم 18 تناقض را آمدیم مطرح کردیم، یعنی تناقضات غیر قابل جمعه. اگر کلام عیسی مسیح هم حتی باشه، حالا بیاین تنازل بکنیم، کلام عیسی مسیح هم باشه، یا امکان داره که این نوع تناقض صریح باشه که یکی بگه انجام بده، یکی بگه ندی، یکی بگه سفید، یکی بگه سیاه؟ بله بفرمایید سوال بعدی. بیشتر توضیح بدید که در مورد برنامه گذشته دیدم در مورد انجیل برنابا بود. بله. با بعضی از این افرادی که از طرف شبکه‌های اجتماعی میگن این انجیل برنابا مورد قبول ما نیست، چون احتمال داره که مسلمان‌ها درش دست برده باشن، چون اکثرا این وقایع اسلامی که شما دارید رو تایید میکنه، پس این مورد قبول ما نیست. معلومه که این مسلمان‌ها توش دست بردن، اون از اون 4 تا انجیل اینو زیاد ظاهرا قبول ندارن. حالا در این مورد هم اگر یه توضیح بدید. و سوال آخرم هم آقا عبدالله عزیز، دوست عزیز، نمیدانم شما برنامه گذشته را دیدید یا نه، اگر ندیدید سری در یوتیوب بزنید، ما به صورت تفصیل در این مورد صحبت کردیم در مورد انجیل برنابا که آیا نسبت دادن آن به مسلمان ها. اول برنامه‌تون نه آخرش دیدم. خیلی خوب، اگر ببینید در یوتیوب موجود هست، به خاطر اینکه بحثش خیلی مفصله. اگر خواسته باشیم در این مورد صحبت بکنیم کل برنامه رو باید یعنی چند دقیقه هم که هست خیلی که تلاش بکنیم نمیتونیم، یعنی حق مطلب ادا بشه، چون به صورت تفصیل در اون برنامه بنده صحبت کرده. یعنی قبول دارن اینا این انجیل که مال خودشونه، درسته؟ انجیل برنابا؟ بله بله. نه نه نه، انجیل برنابا رو اینها قبول نمیکنن. آها همون من چون میگفتم با تو شبکه اجتماعی باشون میگفتن نه. بسیار خوب، ان شاء الله یک توضیح مختصر در این مورد میدم ان شاء الله. متشکرم. تشکر از شما. سوال آخرم البته متشکرم، حالا دیگه وقت نمیگیرم. سلامت باشی چون وقت بسیار کم آقا عبدالله عزیز، برخی از بیننده های دیگه هم هستن. تشکر از شما. سلام. خب بیننده بعدی رو میشنوید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم بفرمایید از کجا در تماس شدید و نام شما؟ استاد محترم من از ایران تماس شدم، عبدالشکور از اسم من در رابطه چیز روزه میخواستم بپرسم، میتونی پاسخم بدی؟ آقا عبدالشکور عزیز، برنامه ما برنامه بازسازی اندیشه پیرامون مسیحیت صحبت کردیم. اگر سوال شرعی دارین میشه که بعدا ان شاء الله بعد از این برنامه پرسش و پاسخ است، در اونجا تماس بگیرید سوالتان را پاسخ میدن. آها بله. تشکر. یعنی همین امشب؟ بله همین امشب. بله یعنی یه ساعت نیم ساعت چقدر وقت بعد؟ تقریبا یک ساعت بعد تقریبا. خب من همین برنامه نگاه میکنم خیلی معذرت برادر عزیز. آقا عبدالشکور عزیز، آقا عبدالشکور عزیز اطلاع دادن میگن که امروز برنامه فتوا امشب پخش نمیشه، تکرارش پخش میشه. میشه که انشاءالله در هفته بعدی این سوالتان را در از برنامه پرسش و پاسخ بپرسید. تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنوید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب اگر کارگردان عزیز هم اجازه بدین که دیگه تماس نگیرین، برین سر سوالات و همچنین برخی از مسائل دیگه که کوتاه انشاءالله به خدمتتان عرض میکنم. آقا عبدالله عزیز در مورد انجیل برنابا ما صحبت کردیم. اولا اعتقاد ما مسلمان ها این است که انجیل برنابا، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا هر کدام از اینها به پیش ما فاقد اعتباره، چون اینها اشکالات داره. یعنی کلش نه، کلش را نمیگیم، برخی از چیزهایی داره که خوبه، هر کدام از اینها مسائل داره، ولی غالبا آنچه که در این کتاب ها هست مخالف هست و تناقضات در این کتاب ها وجود داره. اما انجیل برنابا رد میکنند به بهانه های واهی، از جمله این که میگن در این تناقضاته. خب ما گفتیم اگر در این تناقضات باشه در انجیل برنابا، در این چهار انجیل دیگه هم تناقضات وجود داره. میگن این به هر حال سندش درست نیست و بعد میگن که این در قرن 16 هم ظهور کرده و کشف شده و در قرون وسطا کشف شده، در حالی که این دروغه. ما گفتیم که اصلش این کتاب در حقیقت در اواخر قرن پنجم از آن نام برده شده، یعنی وجودی داشته، وجود خارجی داشته. و بعدا اینکه در این اواخر در ترکیه هم گفتیم که در شهر آنکارای ترکیه این کتاب کشف شد دوباره و قدامتش برمیگرده به 1500 سال که همان اواخر قرن پنجم میلادی هست. و در این برخی از معلوماتیه که به هر حال واتیکان یا کلیساها را خوش نمیسازه، به همین واسطه رد میکنند، وگرنه هیچ دلیل دیگری وجود نداره. اگر قرار باشه که انجیل برنابا رد بشه با اون دلایلی که اونها میگن، باید اناجیل چارگانه هم رد بشه. و این انجیل برنابا به هیچ عنوان نمیتونه نوشته مسلمان ها باشه. اولا این که اصلش ما گفتیم که آنچه که قدامتش حالا معلوم شده 1500 سال پیش یا در سال 490 و چند میلادی که در اواخر قرن پنجم هست، قبل از ظهور اسلام، قبل از تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، این کتاب وجود خارجی داشته. این اولا. ثانیا این کتاب تناقضات با قرآن داره، از جمله این که در این کتاب مثلا در انجیل برنابا میگه که آسمان 9 تا هست، در حالی که قرآن ما میگه آسمان 7 تا هست. و از این مسائل اختلافات دیگه که در میان این انجیل و میان قرآن کریم و میان مسائلی که در اسلام آمده هست و وجود داره. یعنی بعضی از اخبار، نه احکام. حالا اخبار تا احکام میدانید که متفاوته. و دیگه این که برادر عزیز ما سوال کردن که بعضی از این افغان ها، حالا خودشان برادر ما این گونه گفتن که وقتی در کشور آلمان یا برخی از کشورهای دیگه میان، وقتی قبول نمیشن از دین خود میگردن، یعنی مسیحی میشن و بعد که قبول شدن پشیمان میشن که چرا ما مسیحی شدیم، پس دوباره اینها توبه میکنن و میآیند مسلمان میشن. آیا توبه اینها قبوله؟ اگر واقعا از ته دل توبه بکنن، الله متعال سبحانه و تعالی دوباره توبهشان را میپذیره و قبول میکنه. و توصیه‌ام برای این عزیزان اینه که دینتان را بفهمید، دینتان را بفهمید و این بهای اندک دینتان را نفروشید. حالا اینکه شما در آلمان قبول بشید یا نشید، ولی متوجه باشید که در پیشگاه خدا طرد میشید، مورد لعن و نفرین خدا قرار میگیرید. در همان افغانستان انسان بمیره ولی مرتد نشه، همون در ناامنی افغانستان بمیره ولی مرتد نشه، از دینش نگرده. شما میدانید که امروز کلیساهایی که در کشور آلمان و برخی از کشورهای دیگه هستند در کمینن که یک جوان از افغانستان به خاطر ناامنی هایی که خودشان در افغانستان کردند، به خاطر بدبختی هایی که خودشان در افغانستان به وجود آوردند و اقتصاد افغانستان را ضعیف کردند، امنیت افغانستان را با وجود منحوس خود از بین بردند، خودشان باز در اونجا در کمینند تا اینکه جوان مسلمان بره و اون را شکار بکنن. و ما چی جوانهای داشتیم که چون از اسلام فهم درستی نداشته، اسلام را درست نفهمیده، خیلی راحت رفته مسیحی شده و دین مسیحیت و دین نصرانیت، دین منسوخ شده نصرانیت و دینی که با این همه تناقض و این همه بدیه که توسط انسانها ساخته شده، یک اسقف و یک کشیش آمده آن را ساخته، یک آدم خائن آن را آمده ساخته و نسبت داده به عیسی مسیح، میره آن را قبول میکنه. و بهترین دین و کاملترین دین که دین اسلام هست، به بهای اندک که همانا قبول شدن در یک کشور اروپایی و در کشور آلمان یا هر کشور دیگه هست، دینش را میفروشه و دینش را تقدیم کلیسا میکنه و میره غسل تعمید داده میشه. واقعا خیلی دردآوره برای همچون فردی که در حقیقت به بهای اندک میره دینش را میفروشه، اعتقاد و باورش را میفروشه. و این برمیگرده به این که این اسلام را نفهمیده، اسلام را نفهمیده و درک نکرده. وگرنه کسی اسلام را بفهمه، هیچ گاهی به هیچ دین دیگری روی نمیاره. این را مطمئن باشید. مثل که شتر امکان نداره که از سوراخ سوزن بگذره، غیر ممکنه و محال کافر شدن و مسیحی شدن و یهودی شدن و حالا هر دینی دیگر شدن یک مسلمان محاله. مسلمانی که دینش را بفهمه، مسلمانی که اسلام را درست درک کرده باشه، میراثی نباشه، چون پدرش مسلمان بوده، چون به تذکرهش نوشته، چون به پاسپورتش نوشته مسلمان، نه، مسلمانی که واقعا اسلام را فهمیده، قرآنی که الله آن را برای رهنمایی بشر و هدی للمتقین فرستاده، قرآن را بخوانه و بفهمه. مطمئن باشید که این نفر ملحد نمیشه، این نفر کافر نمیشه، آتئیسم نمیشه، مسیحی نمیشه، یهودی نمیشه، زرتشتی نمیشه، بهایی نمیشه، هندو نمیشه و همچنین بودایی نمیشه و هیچ دین دیگر را قبول نمیکنه، به شرط اینکه قرآن را درست بفهمه، اسلام را بفهمه. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، این نکات را دقت بکنید. دین مسیحیتی که با این همه این انحرافات داره، یک عده میرن واقعا خودشان را به بهای اندک میفروشن. شوراهای کلیسایی دوستان عزیز و بزرگوارم، برخی از اینها را به خدمتتان عرض کردم، فقط یکی دیگه از آنها را اشاره میکنم. اگرچه در سال 451 دوباره باز یک در حقیقت شورای دیگه منعقد میشه و برخی از تصامیم گرفته میشه و همچنین در سال 754 و 787 باز شوراهای دیگری گرفته میشه و در آن تصامیمی گرفته میشه و همچنین در سال 869 باز یک شورای دیگه گرفته میشه و در سال 1215 یک شورای دیگه باز منعقد میشه. در این شورا گفته میشه که پاپ میتونه، پاپی که در کاتولیکه، میتونه که گناهان را ببخشه و میتونه که بهشت و دوزخ را برای هر کس که خواسته باشه ببخشه و بده و بگیره. این در سال 1215 این تصمیم گرفته میشه در این شورا، در سال 1215. و همچنین شورای روما که در سال 1769 هست که اتخاذ میشه و در این چنین گفته میشه که پاپ عصمت داره. حالا این شوراهایی بود که در حقیقت به برخی از آنها بنده به خدمتتان اشاره کردم و دلیلش را هم گفتم. کمبودی که در این دین وجود داره نیاز داره که اینها آن را تکمیل بکنند و یا اینکه میخواهند آن دین را از راهی که قرارداران را منحرف بکنند به راه دیگه بکشند، مجبورن که یک شورای تشکیل بدن و به هر حال برای خودشان تصامیمی اتخاذ بکنند، مسوده های را بنویسند، قوانینی را بنویسند تا اینکه مردم با آنها را قبول بکنند و آنها را بپذیرند. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، این بود از برنامه امروز که به خدمت شما عزیزان و بزرگواران پیرامون شوراهای کلیسایی و آغاز انحرافی که در دین مسیحیت به وجود آمد صحبت کردم و تشکری خاص میکنم از کارگردان عزیزم آقا احمد عزیز و دوستان عزیزی که در اتاق فرمان با ما همراه بودند و تمام دوستان و بزرگواران و عزیزانی که با ما به هر حال به شکل از اشکال همکاری کردند. و تشکری میکنم از شما بینندگان عزیز و گرامی و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که شاید پشت خط ماندن و تماسشان وصل نشد. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.